سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با رپ دیگه بعد از یه هفته شاید سوال باشه براتون یه هفته کجا بودی تو کوکتل تی پلاس گوشین میتونید برید اونجا ببینید دلیلشو اما اینا میگم که پرقدرت از همیشه برگشتیم و قراره که کلی بهتر کنیم اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اما اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم داستانی بود که جالب بود امین بیگه اومد یه سری استوری گذاشته گفت بیشتر با مارکت ایران آشنا بشیم و یه سری استوری گذاشت از اشخاصی که اومده بودن بهش پیشنهاد داده بودن که پول بده و به جایش ویو و این داستان ها بگیره تو سایت های مثل رادیو جوان خب این حقیقت هست که دلالایی به این شکل وجود دارن که بعضیاشون به خود اون سایت ها بسلن بعضیاشون هم نکارشون فرق داره همین الان شما توی هر پلتفرم یا هر سایتی بخواید میتونید سفارش ویو و از این داستان ها بدید خب خیلی از اون سایت ها پاک میکنن بر حال به خاطر اینکه خودشون هم درآمدزایی دارن از اون داستان ها بعضی هم پاک نمیکنن چون براشون فرقی نداره و درآمدی به اون شخصی که ویو بالا داشته نمیدن و خلاصه که یه بازار کثیفی اون پشت هست تو اینستاگرام و بر حال همه این داستان ها هست دیگه چه میشه کرد کوروش وانتونز یه سری استوری گذاشته تیکای رو انداخت به پاپ خونای نسل جدید و شاید هم کسایی که های مجازن و گفت آقا اونایی که میان از من کاور میکنن و کاور آنگاه منو میخونن برام میفرستن خیلی از اینا که معروفن و میلیونی فالوور دارن بهتره کلی تیکه انداخت و ناراحت بود حقم داره خب واقعا اصلا به کجا داره میره این داستان بعدش هم یه آهنگ از فریدون فروغی گذاشت و یه آهنگ از خواننده های جدید اونا رو با هم مقایسه کرد که واقعا قابل مقایسه نیستن فروغی کجا این جدیدا کجا و جالب اینجاست که از رپ هم ایراد میگیرن و میگن بی ولی خب دیگه رپ نشون داده کجاست و پاپ هر روز داره افت میکنه امیدواریم که اونا هم پیشرفت کنن و بر حال شعرای بهتر بیاد کسایی بیان که این کاره ترن چون یه سری کسایی که مثل مافیان چسبیدن رو این کار شعرها همه مال یه سری اشخاص محدوده همچنین آهنگ سازا و کسایی که میکس و مستر میکنن و این داستان اینجوریه که اگه میخوای بریم عروشی بعد شعر فلانی رو بخونی آهنگ ساز فلانی باشه این داستان امیدواریم که این کمتر بشه امیر خلوت عکسی رو استوری کرد که تو اون با حمید صفت بود و نوشت الو شما که یه سری حاشیه اومد خیلی ها همکاری میخوان میکنن. خب صرفا دو نفر از خواننده ها با هم عکس میذارن همکاری نیست داستانش حالا ممکنه باشه شاید هم خواهر رابطه خوبشون رو نشون بدن اما نمیدونیم حالا بعد وایسیم ببینیم که چی میشه افشین یارتو یه سری استوری گذاشت و میخواست یه سری چیز رو توضیح بده اون چی بود چند وقت قبل یه سری استوری گذاشته بود که از آهنگای قدیمی خودش و رزا پیشرو بود که خب کاوری از آهنگای ام بود و نوشتش که آقا ما اون آهنگ مال 17 سال پیشه و قطعا کاور بوده و چرا همه مثلا میگن آقا کاور کردی فلان این داستانا و خب شاید کسی که جدیدترن نمیدونن اما اگه یه سر بزنیم به 17 18 سال پیش تقریبا 80 درصد کارا که نه 90 شاید حتی 100 درصد کارا کاور بود مثلا خود زد بازی آهنگایی رو از امینیم و 50 سنت و هر حال کاور کرده بودن حتی فلو و حتی رایما خیلی شبیه و نزدیک بود از لحاظ تنینی و اسواتی و همچنین حسین ابلیس همچنین سروش هیچکس و خیلی های دیگه که اون زمان کار میکردن همه حداقل با کاور یعنی با دو تا کاور اومده بودن بالا توهی و همه و خب عادی بود اون زمان بعد مثل الان نبود که مثلا طرفی آهنگی رو که تو دو یونان مثلا پخش شده رو ور بداره ور بداره ور داره بیاد بخونه اسم آهنگساز بزنه و بیا آهنگساز من بودم نه اون موقع مثلا این کلاب خفن ترین آهنگ اون موقع بود همه شنیده بودن یا خیلی آهنگ های دیگه مثلا دیسی که پیش رو داده بود با نابغه ها به بچه های زد بازی که آهنگ امینم بود و این گونه و داستان این بود یه سری بچی بودن که برای پیشرفت کارشون داشتن امتحان میکردن روی های اونا میشستن و اینگونه تمرین میکردن اومدن تو بازار دمشون گرم الان میبینیم که همشون ثابت سب کردن و به کجا رسیدن پس نمیتونیم به اون موقع انتقاد کنیم بحث کاورم اینه که آقا اگه کاور بیاد اعلام کنه که این کاور هیچ مشکلی نداره همه جای دنیا داره این اتفاق میفته مثال کاری که پارسالیب کرد موهنگ های بیچ که میبینیم اون زیرم نوشته بود که یه ریمیکس هیچ مشکلی نداره اگه منبر اعلام کنید اگه تو آمریکا یه سر بزنید میبینید مثلا درک میاد یه آهنگی میخونه به اسم فری اسموک و یه کسی مثل دیو است که خب اونم خیلی کوچولو نیست میاد و رو اون میخونه به همون اسم حتی گاهن فلوا شبیه حتی مورد داشتیم طرف دیس شده اومدی رو اون آهنگی که دیسش کردن دوباره خونده رو همون بیت و حتی تکس ها همو میخونن و رو بیت هم میخونن ولی اعلام میکنن و معلومه و هیچ مشکلی نیست حالا زنگ میزنن اجازه میگیرن کمپانی کپی رایت اینا همه کارا رو درست میکنن و انجام میدن هیچ مشکلی نیست پس قبل از اینکه بپرید به اون شخص ببین آقا بیتو خریده ببین کاورش رسمی چجوریه. اما مسعود صادقلو که یکی از خواننده های پاپمون هست یه سری تیکار انداخته بود به امیر تتلو اومده بود نوشته بود که بدون هزار تومن تبلیغ و بدون هیچ حاشیه یه موزیک داره میاد که زیر ده دقیقه هم هست و اینجوری تیک انداخته بود به امیر تتلو حالا کاری نداریم ممکنه خیلی ها با امیر تتلو و خیلی کاراش مشکل داشته باشیم نقد داشته باشیم روش یا هر چی اما دیگه آقا اگه نقدی داری بیا درست بگو اگه نه که تیک نه چیه بیا درست نقد تو بگو و حالا اینجوری دیگه توجه میخوام جذب کنن سمت خودشون آقا نقده میگی منطقی میگی نه کارتو تو بکن تمام شده رفت حسین یه سری استوری گذاشت که به نظر میومد فام بود و تیکای رو داشت مینداخت به سوزان روشن و به یکی از آهنگاش که فکر کنم اسمش قماربازه که تو اون آهنگ میگه یه شاه یا آسه یه سرباز قمارباز قمارباز قمارباز, قمارباز که حسن یکم کمونو اذیتش کرد و در آخرم گفتش که بیا با هم فیت بدیم سنگین بتم هر حال چی میشه میاد و اسپانسر میشه اینجوری به شوخی گفت ببینیم اینا رو شکنجه رویه اصلا خدایی آهنگای در شستی نه بلند کن بلند کن بلند کن ملت ببینن چه خبره ولی ته تبلیغات میدانی و پیوسته که من داشتم در مورد سوزی جون به نتیجه رسیدم که یکی از کوکرواز سنگین اون دوره بوده خلاصه سوزی جون اگه منو میبینی اینجا love you baby نه سوزی جونه بودیه و اینکه دعوت به همکاری میدم با یه فیوچرینگ ناب بزنیم با هم دندونا بریزه اسپانسر آمانی برای سنگین بهت باشه من نه شما اسپانسر با میسیدی دیگه آقا جمع کار بعد چی میگه یه آسه یه شاه سرواز یعنی چی چه بازی بوده ما نداریم همچی بازی ها چی بازی میکردی شیطون اما بعد از این استوری های استوری گذاشت توش اینجوری نوشت من یاد گرفتم با سگا کاری نداشته باشم چون سگا به هد که میرسن جلو دست بوسن اربابتون اگر مشکلی داشت خودش بلد کجا کی زنگ بزنه مشکلش و بگه شما خفه حالا نمیدونم میتونه منظورش به حال به اون داستانه قدیمش با فدایی و داریوش و اینا باشه و نمیدونم دقیقا شادم تو آهنگ جدیدی که ما نشناختیم یعنی نشنیدیم کسی تیکی بهش انداخته نمیدونم ولی فکر نمی کنم همچین چیزی باشه اما خب یه نکته دیگه جالبم بود که شاید یه تیکه هم حسین به اون انداخته بود اینه که زیر یکی از های سعید دهقان یکی از هواداراش گفته بود به امید روزی که با حسین کار کنی و خود سعید دهقان ریپلای کرده بود هرگز اصلا و نمیدونم شاید منظورش به این بود حالا بعد وایسی میبینیم که داستان چیه آیا پشت پرده است یا نه روشن میشه داستان نمیدونیم این تنها چیزایی که الان میدونیم اما رضا پیش شد یه ذره فعال بود تو توییتر و توییتر های قشنگی گذاشت که چند تا با هم میخونیم اول از همه نوشت کامنت هایی که برای اکثر بچه ها میذارن معمولا یا گله و ناراحتیه یا توهین و هزار انرژی منفی من تو این خانواده هم دارم میبینم بزرگترین نیست پول سالم خیلی کمه امکانات بسیار ضعیفه تیم ها از هم دورن کارا کند جلو میره و اکثر مردم که آرتیست ها رو خط میدن اونها رو حمایت نمیکنن به نظرتون راه چیه؟ خب انتقادش خیلی به جای آقا با خواننده حال نمی کنی خدا برو سمت خواننده که باش حال میکنی به جای اینکه انرژی بذاری هیت کنی رو اون برو به اون که دوستش داری حمایتش کن و هولش بده به جلو و راست میگه خیلی از مردم انتظارهایی از آرتیست دارن اما کوچکترین حال حقی که نسبت به آرتیست دارن و رعایت نمیکنن مثال شما اگه دوست داری که خوانندت پرکار باشه و خودتو طرفدار شنونده اون میدونی وظیفت اینه که اونو ساپورت روحی حداقل بکنی و اونو کمکش کنی توی مسیرش حالا از اسپاتیفای گوش بدی کارشو اگه میتونی کارشو بخر که حالا میدونیم شرایط سخته اما خب معمولا ها هم ارزونه و بخر ترکشو کامنت مثبت بذار این داستانه اگه دوست داری آرتیستت اونجوری کار کنه که تو میخوای تو هم این وظایف داری اما وقتی نه، نمی... یعنی این وظایف رو انجام نمیدی انتظاری باقی نمیمونه و مثلا یه شنونده ای که خیلی معمولی نه تعصبی نه انتظاری داری از اون خواننده ولی وقتی انتظار داری اونم یه سری انتظار داره که تو باید برآورده کنی و اما خب از این بگذریم یه توییت دیگه گذاشت که یکم جای بحث داره نوشت تازه اسپاتیفای هم رو پس گرفتم و پولی که تا ماه پیش درآمده رو یه آقایی که اسمشو نمیارم الانو بالا کشیده الان لینک جدید رو تو این استا هایلایت کردم لطفا از همون پروفایل که من لینک کردم دنبال کنید خب واقعا من نمیدونم یه جماعتی هستن تو رپ فارسی اون پشت که خیلی کارا دستشون و میان از این کارا میکنن و یه چیزی براتون تعریف کنم از خودم بعضی از بچه حالا با من تماس میگیرن آقا مثلا میخوام میام تو یوتیوب مثلا راهوچا چه جوریه فلان و اینا حالا صحبت میکنیم و اینا بعد از یه صحبت که با یکی از اینا داشتیم آقا یکی زنگ زد به ما گفتش که آقا راهوچا یاد نده بذار اینا بیان مثلا تو برشون انجام بده تو بگیر مثلا بگیر اینا رو دست گفتم نه بابا چه کاری اولا که حالا ما کارهای خودمون رو داریم دوم کمکی از دستمون برمیاد در خدمت شما انجام میدیم چرا که نه و خیلی ها اینجوری اون پشت یعنی یه سری چیزها رو میدونن یاد نمیدن آرتیست ها هم نمیدونن داستان چیه و اینجوری میبینید تو استفاده میشه و خب اون کسی که این کارو میکنی احمقی که این کارو میکنی و پول اینجوری بالا میکشی خب احمق نمیشه کلمه دیگه بهت گفت حالا بماند که کار دزدیه یا یعنی دزدیه دیگه تو وقت به جنکی بیای دزدی کنی کار درست بکن اون 20 درصدی که سهمت رو وردار بشن 100 تا خواننده که تو برد میکنی میلیاردر میشی اون کسی که داری کش میکنی پولو خب حالا میای مثلا یه پول یکی رو دزدیدی اون که یه روز تموم میشه و به نظر من اشتباه رضا پیشانی بود که نام نبرد از این شخص باید نام میبرد که حالا کسایی که جدیدن میخوان با این شخص کار کنن کار نکنن حالا باز خودش میدونم فکر میکنم بهتر بود که بگه و لپ کلم آقا کمکی برمیاد به هم بکنیم چرا نکنیم چرا همه چی رو باید مثلا به اسم خودمون بزنیم با این سیاست های کثیف کمکی برمیاد انجام بدین همین چند وقت آینده اولین یوتیوب رپر ایران میاد من اولین بار خودم میخواستم این کار انجام بدم و به خاطر شرایط و امکانات خیلی چیزا نشد یه راه دیگر هم انتخاب کردم خدا رو که توی موفقم و به من زنگ زد و گفت آقا کارو کنم گفتم برو و به هر یه سری جا هر جام کمک باشه ما هستیم چرا که نه و اینجوری حالا کسی دیگه بود از این جماعت ممکن بود زیر پاش بزنن اما لوپ کلام اینه وقتی یه شخص از رپ فارسی پیشرفت کنه رپ فارسی در کل پیشرفت کنه و همه از اون پیشرفت میکنن پس بهتره که با هم کمک کنیم در کنار هم رپ رو پیشرفت بدیم رپ پیشرفت کنه همه پیشرفت میکنن همه سود میکنن به جای اینکه به فکر شخص باشیم به فکر جامعه باشیم اینو به اون دسته از دوستان میگم که اون پشت نشستن و فکر میکنن که خبریه اما تیه یه توییت دیگه که رضا پیشو گذاشت که یکم جالبتر بود نوشت از بچگیم اهل گیم بودم بهم به آرامش و تمرکز میده و بسیار الهام بخشه اما پایان بازی ردد رد دو و مرگ آرتور منو یاد تلاش برای هیچ انداخت این روزا جدای هر دردی به مرگ آرتور و زندگی مسخره جان فکر میکنم ادامه بازی تو این شرایط عین ادامه رپ فارسیه دوست ندارم ادامه بدم بازی و برای من انگیزه آرتور بود و خب میتونه یه منظوری داشته گفت مثل ادامه رپ فارسی دوست دارم ادامه بدم بازی رو اما حالا دقیقا نمیدونیم امیدواریم که ادامه بده اما اگه بازی رو بازی کرده باشید این تشبیهی که به کار برد خیلی جالب بود حالا امیدواریم که این بازیه که حالا ردت که تموم شد ولی این بازیه یه چیزی تاش داشته باشه که برم برم بهش برسن و حس میکنم که رپ فارسی روزای قشنگش مونده و قراره بیاد به امید اون روزا و یه روز خوب آینه تویت گذاشت نمیش به قول سامان وان منشن ایست و هشتگ زد کجای ریویل خب این یه تیکه از ورس آهنگ سامان توی آلبوم تونل آهنگ کیه بود و اینجوری تیکشو انداخت و تیکشو انداخت دیگه اما تسلو استوری گذاشت و اینجوری نوشت من فقط شما را دوست دارم و وقتی فوش میدم فقط شما دیویست هزار نفر مخاطب فوشام نیستین و البته یوزر های سایت میفهمی فقط شما بقیه کلا هر روز فوش بدن فوش بخورن مهم نیستن و خب اینجوری گفت این دیویس هزار نفر هم منظورش حال سابسکرایب های چنل یوتیوبش هستن و این گونه دیگه اما خشار استار یه سری استوری گوشی یه تیکه هایی رو انداخت برحال به برحال وضعیت که دار ایران و یه خبری بود که داشت خبر از این میداد که توی برحال مریخ و اینجا های یه سری امکانات کار گذاشتن یه سری وسیله کار گذاشتن و از اون ور توی ایران بود که همدیگرخواری مرغدارها یا مرغداری ها چیست ماجرای همدیگرخواری در مرغداری ها چیست و اینو نوشته بود و بعد نمیشه بود امیدوارم سرخط نیاد ماجرای انسانخواری در خیابان ها چیست که خب به هر حال این گونه یه اعتراضی کرده بود و امیدواریم که ما هم خبرها رو نشنویم اما مهری استوری گذاشت و نوشتش که آقا ما آلبوم مستقل دادیم تا الان 20 تا سایت اومدن و کانال تلگرامی گذاشتن و گفت اون سایت هایی که ما هر وقت باشون با کار میکنیم منظور رادیو جوان و رپ فارسی شما میاین انتقاد میکنید که چرا با اینا کار کردید هیچ وقت این کار غیر حرفه رو انجام نمیدن که بدون رضایت ماها آهنگا رو بذارن و اینگونه به هر حال گفتش که آقا حق خوری و نامردی و این داستانا گله داشت واقعا هم راست میگه و در آخر یه استوری گذاشت نوشت حق خوری جالب اینجاست از سایت های داخلی و پایم های داخلی مثل روبیکا و غیره هم پخش شده هیچ نشانه هم از حق و حقوق و ناشر و کپی رایت وجود نداره بی خیالی نیز بگذرد اما همسر سروچیچکس یه استوری گذاشت که جالب بود و نوشت عزیزان جمهوری اسلامی و دارا دستهاش نتونسته و نمیتونه جلو پیشرفت سروش رو بگیره چه برسه به من یا کس دیگه بماند که کلا این که هی به من میگی جلو سروش رو گرفتی واسم خیلی عجیب و خنددار توی پرانتز تاریک هست مرسی اه و خب راست میگه یعنی چی من نیفهمه حالا فکر کنم اولی بار اینو تعلق گفت بعدش خیلی شکل گرفت و ربطی نره سروش عشقش رو پیدا کرده و این مثل مکس که فوقلاده است یه مکس البته که است و چقدر حرفه‌ای پ... و نمیدونم مثلا فکر می‌کنم بعضی که مثلا دستبند زده به دست سروش و سروش و بسته به تخت نه از این خبر نیست به حال وقتی رپ فارسی نه تا درآمدی داشته برشون نه هیچی خب 100 درصد نمیتونن 100 درصد وقتشون رو بذارن روی این داستان و زندگی شخصی دارن هر کدومشون گرچه که الانا داره پول میاد تو داستان امیدواریم که بیشتر بشه که ما آرتیستا رو بتونیم بیشتر ببینیم و اینو خیلی از مخاطبا هنوز درک نکردن که آقا آرتیست علفخوار نیست آرتیست هم بعد خرج, روز رو روزشو دراره و زندگی داره اجاره خونه داره و و, و و و و و, و این داستان ها امیدواریم که این دیگه رفتاره کمتر بشه و درآمد ما بیشتر ببینیم توی رپ فارس در نتیجه کارهای بیشتر و خفنتر ببینیم بعد از آرتیست ها ساما ویلسون یه استوری گذاشته نوشت آقا میگید که چرا من انگلیسی می نویسم چون عدد مورد علاقه من یکه بقیهش خودتون پیدا کنید بفهمید چیه داستان و یکم عجیب غریب بود این استوریش ولی خب دیگه بردوش آزاده دیگه پوتک دوتا استوری گذاشته و اعلام کرد که آقا ما داشتیم اینستاگرام میچرخیدیم دیدیم که یه کلیپی که داره جدیدا میاد شبیه کلیپ منه که هنوز نیومده و گفت امیدوارم که کلیپ من زودتر بیاد و اسم اسکیروش نزنن خیلی جالب بود از اتفاقات نادری که افتاده حالا شاید کارگردانه جفتشون از یکی دیگه اسکی کردن حالا بعدا در نیاد نمیدونیم ولی حالا باید ببینیم دیگه چی میشه دیگه امروز داشتم اینستا رو چک میکردم دیدم یه رپر داره, داره یه ویدیو کلیپ میده خیلی شبیه ویدیو کلیپی که من قراره بدم امیدوارم برامم درست پیش بره ویدیو کلیپ من زودتر پخشه پس فرا نگن اسکیچون چون کاملا خیلی از صحنه های کلیپش شبیه ویدیو کلیپی منی که داره میاد یه خبری که خیلی داره میپیچه آقا میگن که ساشا صبحانی یعنی خودش میگه داره با اسنوب کار میکنه و خب خیلی و بعضی میگن آی پشمام بعضی میگن بابا این کی رفته با اون کار کرده و اسنوب چرا داره با این کار میکنه از این حرفا خود ساشا هم یه سری استوری گذاشته شروع کرد که آه حسودا فلان بمیرید به ترکید از این داستانا خب داستانی که هست مارکت بر داستانش فرق داره شما پول داشته باش رفتگر باش اصلا و حالا ریتم اینا حالیت باشه که بتونی روبیت بیای پول بده بخون چهل هزار دلار بده با استوب داگ بخون با ایکس بخون با ایگرگ بخون حالا قیمت ها متفاوت هزار تا بده با کاردی بی بخون و این داستان ها پس نه خیلی چیز بزرگیه که مثلا فکر میکنید که مثلا اوه چقدر این خوبه نه چیز دیگه ای که مثلا از اون بر حالا بعضی ها فکر میکنن یه پول یه دیگه پول داره میده میخونه و زیاد نمیخواد نگران این داستان باشین حالا اگه آهنگش خوب باشه که مثلا این قبلیاش که نباشه یعنی بهتر باشه یعنی خوب باشه یه چیزی ولی در کل فکر کنم ارزشی داشته باشه که این داستانها انقدر بخواین مثلا یا خیلی گوندش کنین یا خیلی بر برحال... چی میگن مسخرش کنین و این داستانها یه دیلی بوده دیگه یه معامله بوده پول گرفته یه وکالی داده اسم تموم شده و رفت حالتون چطوره یه خبر جدید براتون دارم یه موزیک جدید ولی این دفعه با اسنوب داگ با اسنوب داگ کارو بستم به زودی موزیکم با اسنوب داگ میاد بیرون منتظر باشید اسنوب داگ خب بعد از اینکه آهنگ نیموش به اسم توشکاری اومد من هنوز گوش ندادم منتظرم برای ریاکت که یعنی میخوام وقتی که دارم ریاکت میکنم گوش بدم و خب مهران تیرداد و پدرام پلاس یه استوری مشترکم با هم گرفتن و مثل اینکه تیکایی بهشون بوده نمیدونم شاید هم خوب به خودشون گرفتن و این داستان ها چون پدرام پلاس استوری گوش که آقا میریم دیسپک هم میدیم و تو رکورد و این داستانا و به هر حال استوری رو گوش گفت آقا تو سه ماه شش دقیقه نمیشه ماهی دو دقیقه و یه ذره به هر حال اذیتش کردن تیک انداختن میبینیم استوری رو با هم داداش 3 ماه دقیقه داشت. ماهی دو دقیقه نوشتی نماز حلالت باشه داداش ولی داشت. فردا دیسپکت میاد داداش اصلا هم قوی نبود <applause> و اما یه برنامه خیلی بحال داره ساخته میشه تو رپ فارسی به اسم جرشو که خیلی بحال از جرشو و رپ و و برحال آرتیست های مختلف میان با همین سری بازی های بحال میکنن خیلی جذاب و سریم کننده و بحال اما یه انتقادی من داشتم یه جش خیلی عجیب بود برام اونم این بود که تو اون سکانسی که به هر حال دیارا داره زنگ میزنه به عرفان که به هر حال اذیتش کنه ما ببینیم که اسکرین ریکورد از گوشی خود عرفان هم هست خب این چجوری اتفاق افتاده مگه از قبل عرفان میدونست که بعد اسکرین بگیره و اصلا چرا کارگردان اون رو نیاز داشت آقا این قرار زنگ میزنه اسکرین گوشی خودش میگیره و میذاره و همونجور که میدونم من شاید هم یه چیزی از من نمیدونم ولی تو اونجا که من میدونم از اسکایپ یا واتساپ و این داستان ها ایمو اینا میتونه وقتی ریکورد میکنه همون صفحه که خود میبینی ریکورد میشه و نه اون و انگار یه جوریه که عرفان هم از قبل باشه رو اسکرین ریکورد و اینجا خیلی عجیب بود برای من به نظرم می این یه تیکش فیک بود اما خب به هر حال دمشون گرم خیلی برنامه بالیه واقعا حال میده و لذت بخشه دمشون گرم امیدواریم که برنامه های بهتری بسازن خب امروز ما دیدیم یه رسانه به اسم گوشه رپی که یه رسانه هست که معتبره در اندازه خودش و به خبرهای رپ آمریکا این داستانا بیشتر میپردازه ما دیدیم یه تیتر زده که رضا اسپی که آیتی تی منیجر لیبل اصلی هست تحت تعقیب اف حالا داستان چیه و چه حالا اینم بگم رزو اسپی تو تونل هم همکاری داشته و تونل دوبا دیدن و اینا و پروڈاکشن منیجر اصلی هم هست که اشتماع نکنم و خب دنبالش هستن افیای آی این که این خبر تا اینجا که هست و دلیلش هم اینه که با دو نفر دیگه یه سری از اطلاعات شهرونده آمریکایی رو هک کردن و به جرم اینکه که حال داشتن برای دولت مثلا ایران کار میکردن و اطلاعات جاسوسی از اونور حکم کردن و این داستان ها .E تحت تعقیب داره اینا رو اینجور که گوشه رپی میگه من جای دیگه نخوندم این داستان رو و نمیدونم و حالا بعد بره جلوتر ببینیم که داستانش چجوری پیش میره چی از اصل قضیه خب این بود از رپ هواشی امروز و بررسی هواشی که داشتیم خب این هفته میخوام بهتر کنم از این به بعد خدا را تونستم دوربین بگیرم ویدیوش توی کوکل تی پلاس هست میتونید برید اونجا ببینید و از این به بعد کارا رو با کیفیت بهتر کیفیتی که برای شما مناسب تره و در حد و اندازه شماست کارا رو اجرا کنیم و به حال پیشرفت بدیم داستان دمتون گرم مرسی به خاطر همه حمایت و کامنت های خوب و عشقایی که میدید امیدوارم که همیشه توپ خوب عالی و بم باشید تا ویدیو بعدی سی سیون